سلام، به کانال بهینکو خوش اومدید. ممنونم که با من همراه هستید. امروز میخوام با دونه های کینووا یه مدل سالاد خیلی خوشمزه رو درست کنم. دانه های کینووا به رنگای تیره و روشن هست که سرشار از پروتئین و ویتامین و فیبر بالایی داره. برای درست کردن این سالاد خوشمزه و مقوی، دانه های کینووا رو توی ظرف میریزم، 3-4 دفعه با آب سرد اونا رو میشورم تا کاملا رنگ آبش روشن بشه. دونه های کینووا به حدی مقویه که حتی برای رژیم های غذایی هم از اون استفاده میکنن. یه گزینه خیلی خوبه برای رژیم گرفتن و لاغر شدن. بعد از اینکه دانه های کینووا رو کاملا شستم، تمیز شد، دانه های کینووا رو کمی توی آب خیس میدم. با دونه های کینووا انواع سالادا و انواع غذاها رو میشه درست کرد. تا کینووا خیس بخوره میرم سراغ پیاز. وای، از دستم قل خورد. یه دونه پیاز متوسط رو به صورت نگینی ریز خرد میکنم. برای دیدن ویدیوهای بعدی لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو کانالم بشید. تو ماهیتابه یه مقدار کم روغن میریزم، زمان میدم یه مقدار داغ بشه، گرم بشه روغنم. بعد پیازای نگینی شده رو اضافه میکنم به ماهیتابه، اونا رو تف میدم تا یه مقدار نرم و سبک بشه. این مدل سالاد کینووا یه سالاد خیلی کامله، حتی به عنوان یه وعده غذایی هم میتونید از اون استفاده کنین. اگر امتحانش کنید مطمئنم خوشتون میاد. خب بعد از که پیازام کمی نرم و سبک شد، یه مقدار فلفل سیاه اضافه میکنم و خیلی کم زردچوبه. نمک میزنم، اونا رو خوب با هم تف میدم. به اندازه 2 حبه سیر رنده شده یا پوره سیر اضافه میکنم، تف میدم. بعد نخود سبز اضافه میکنم، یه مختصر تف میدم. فلفل شیرین رنگی یه مقداری اضافه میکنم، یه تفت خیلی مختصر میدم دوباره. ذرت اضافه میکنم، ذرت های من پخته شده است، کنسرو ذرت استفاده کردم. اونا رو هم یه تفت خیلی مختصر میدم در حدی که طعم با هم قاطی بشه. بعد دانه های کینووا رو که خیس داده بودم اضافه میکنم به ماهیتابه، یه تفت خیلی کوچیک میدم. حالا به اندازه 1 پیمانه آب میریزم روی موادم تا با حرارت ملایم آروم کینووا هم بپزه. وقتی دانه های کینووا بپزه یکم درشتر میشه و بلوری تر میشه. درشو میذارم و زمان میدم. خب الان کینووا رو نگاه میکنم، بله پخته شده. دانه های کینووا زیاد زمان نمیخواد برای پختن، زود پخته میشه. اجازه میدم تا آبش کشیده بشه. خب این سالاد کینووای خوشمزه آماده شده. به عنوان یه وعده غذایی هم میتونی استفاده کنین، چون سرشار از فیبره، گزینه خوبیه برای رژیم گرفتن. چاشنی اونم با لیمو ترش تازه خیلی خوشمزه و عالی میشه. ممنون که با من همراه بودید.